روزتون سرشار از عشق و امید پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش بحث امروزمون بحثی بسیار هیجان انگیز و جالب تحت عنوان پرواز از زمانی که برادران رایت هواپیما رو اختراع کردن روانشناسی پرواز وارد معرکه شد میخوایم ببینیم که چه عواملی باعث میشه که انسان ها پرواز راحتی داشته باشن راحت پرواز کنن و بتونن سفر خوبی رو در پروازهای هوایی خودشون تجربه کنن میگن <متحد> <متحد> با بال شکسته پرگشودن هنر است هستن کسایی که به هنگام پرواز به شدت مثل یک پرنده بال شکسته میشن وحشت همه وجودشونو میگیره حتی از روزها و هفته ها قبل از پرواز خیلی تحت فشارهای روحی و روانی قرار میگیرن چطوری میتونیم به این افراد کمک بکنیم تا اونها هم مثل بقیه پرواز راحتی داشته باشن البته که پرواز با آرامش و آسودگی خاطر فقط تعداد اندکی هستند که تجربه میکنن فقط تعداد کمی هستن که این نوع پرواز کاملا با آسودگی خاطر رو تجربه میکنن به هر حال ما در یک شرایطی هستیم که بین آسمان و زمین کنترل خاصی نداریم طبیعتا ممکنه که دچار نگرانی هایی باشیم مخصوصا که قبلش اخباری رو هم راجع به مشکلات پرواز شنیده باشیم چند تا تکنیک ما داریم برای اینکه به این عزیزان کمک بکنیم تا اینها پروازهای راحتی داشته باشن اول تکنیک های شناختیه مثلا اینها دروشنمایی میکنن فاجعه می میکنن فاجع می در واقع کسانی که این نوع ترس ها رو دارن مثل ترس از پرواز ترس از فضاهای بسته فضاهای باز که تحت عنوان آگورا بیا میارن اینها معمولا ترس های دیگه هم دارن استرس های دیگه هم دارن که این استراب ها استرس ها به پرواز هم تأمین داده شده و اینها معمولا افرادی هستند که ذهنشون فاجعه سازه مثلا آب بریزه زمین نگار اسید ریخته زمین اگه مثلا یه دونه مداد بشکنه انگار مثلا دست طرف شکسته بینی طرف شکسته فاجعه میکنن دیگه بگونه یکی از هنرپیش های کشورمون میگفتش که همسر من متخصص ساخت تولید بحران های حل نشدنیه یعنی اینها بحران خلق میکنن تو ذهنشون فاجعه میسازن در حالی که چیز خاصی نیست و تعداد آسیب هایی که افراد از سفرهای زمینی میبینن چندین برابر سفرهای هواییه ولی خب اینها فاجعه میسازن اما یه تکنیک خیلی راحت من میخوام امروز به این عزیزان بگم یاد بدم که این کار را انجام بدن تا بتونن بر این ترس خودشون از پرواز غلبه کنن این تکنیک اسمش هست Self-Systematic Desensitization سلف سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یعنی خود حساسیت زدایی یعنی شما خودتون حساسیت زدایی میکنید خودتون را حساسیت های خودتون رو نسبت به ترسا و پروازتون از بین میبرید چطور این کارو میکنیم خیلی ساده است اگر هم خودتون نتونستید میتونید از این متخصص کمک بگیرید ولی خودتون باید انجام بدید در واقع این یک روش مستقله خودتون میتونید و شخص شخصیص خودتون پیاده کنید این تکنیک رو تکنیک خود حساسیت زدایی در این تکنیک شما ابتدا بشینید یه لیستی تهیه کنید از تمام ترس ها و نگرانی هاتون راجع به پرواز خب به این میگیم گام اول تهیه سلسله مراتب استراب سلسله مراتب ترس و استراب خودتون رو تهیه کنید یعنی از خفیفترین میزان ترستون بنویسید تا شدیدترین مثلا وقتی که همسرتون میاد منزل میگه که بلیت گرفتم ها هفته دیگه ایشالا پروازمونه آها یهو دلش حر میریزه تازه گفته که من بلیت گرفتم یه هفته دیگه هم پروازه این شروع میکنه دل و استراب پس اینجا استراب داره اما به اندازه زمانی که داره حرکت میکنه به سمت فرودگاه نیست یا زمانی که سوار هواپیما میشه یا هواپیما میخواد تکاف کنه نیست مثلا شاید 15 درصد استراب داره پس یک خبر خرید بلیت هواپیما چقدر 15 درصد استراب بنویس بعد داره آشپزی میکنه یادش میاد که وای سوار هواپیما بشم فلانی اینجوری گفت فلانی یه همچین خبری داد یا مثلا 30 درصد دچار استراب میشه مینیسه 15 درصد 30 درصد زمانی که داره وسایل آماده میکنه مثلا چهل درصد زمانی که داره به سمت فرودگاه حرکت میکنه هفتاد درصد زمانی که رسید فرودگاه 90 درصد زمانی که میخواد از پلای هواپیما بره بالا 100 درصد ممکنه مثلا 5 تا 100 درصد داشته باشه 4 تا مثلا 75 درصد داشته باشه به هر حال یک تهیه سلسل مراتب استراب این رو تحییه کردی دو تهیه سلسل مراتب لذت یعنی شما شروع میکنی 20 تا 30 تا 50 تا صحنه ای رو مینویسی که ازش لذت میبری مثلا وقتی من میرم فروشگاهی خرید میکنم به قولی ویندو شاپی میکنم ویترینا رو نگاه میکنم تلا جوارات رو نگاه میکنم خیلی لذت میبرم مینویسی زمانی که با خانواده میریم سینما زمانی که مهمونی داریم مثلا صبح جمعه همه دوره هم هستیم داریم می میخندیم شادیم زمانی که میرم خونه مادرم زمانی که یه بچه مثلا دو ساله رو میرم قهقه میخنده زمانی که مثلا این حیوان خانوادگی اون مثلا یه همسر داریم یا مثلا یه سگی داریم گربه داریم این شیطنت رو میکنه خیلی خوش تمام اون صحنه هایی که کوه جنگل دریاست با خانواده است بیرون تفریح همه رو مینیسید اونایی که به شما احساس خوبی میده پس تهیه سلسله مراتب لذت که تمام صحنه های خوشایندم یاد داشت میشه پس حالا شما دو تا لیست دارید یک لیست سلسله مراتب استرا و ترستون که از خفیف به شدید مرتب شده دو سلسله مراتب لذتتون اینم دارید دوتا. بعد میشینید تکه میدید سه تا نفس عمیق میکشید از بینی میگیرید پنج ثانیه حبس میکنید از دهان میدید بیرید یه موسیقی ملایم هم میذارید بزنید مثلا سرچ کنید گوگل کنید انواع موسیقی آرام بخش رو بهتون میده نمیدونم خوابهای طلایی، باران عشق هر چیزی که شما لذت میبرید شما آرامش پیدا میکنید دانلود میکنید یا دارید اونم میذارید شروع میکنید روی صندلی راحتی میشینید یا رو تخت دراز میکشید سه تا نفس عمیق از شماره 60 تا تا کم میکنید میایید پایین با هر شماره هی خودتون شلو شلو شل تر میکنید ریلکس و ریلکس تر کنید آرام آرام تر رها و رها تر میرسید به صفر خب بعد شروع میکنید از خفیف ترین میزان استراب اینا هم قبلا میتونید مثلا ضبط کنید یعنی اون سلسله مراتب استراب یک زمانی که همسرم خبر خرید بلیط هواپیما رو تلفنی بهم به داد دستم انگار لرزید اون صحنه رو تجسم میکنی. چند ثانیه؟ پنج الا ده ثانیه یعنی م... میانگین بگیریم هفت ثانیه تجسم میکنی تو ذهنت اگر دچار استراب شدید بلافاصله باید کات کنی چیکار باید بکنی؟ وقتی دچار استراب شدی کات میکنی یه صحنه خوشایند میاری تو ذهنت چند ثانیه؟ ده الا بیس ثانیه پس 5 الی ۱ ثانیه حالا میانگینش رو بگیم دیگه 7 ثانیه صحنه ناخوشایند تجسم می‌کنی استرابزا 15 ثانیه صحنه خوشایند به محض اینکه دوچار حسابش شده قطع می‌کنی صحنه خوشایند حالا ممکنه گاهی که قد اولش گاه وسطش گاه آخر اون صحنه دوچار استراب بشی اصلا دوچار استراب نشی خب هر صحنه‌ای که شما تونستی تجسم کنی بدون استراب دو بار پشت سر هم میری یه پله بالاتر یعنی اون 15 درصد استرابیت نمیشه بودی این رو مثلا 37 درصدی که در شما ایجاد استراب کرده بعد مثلا 46 درصدی هر چقدر که شما رو دوشه استراب کردی دونه دونه پله پله میری بالا هر صحنه ناخوشایند رو شما باید بتونید دوبار بدون تجربه استراب تجسم کنی تجسم کردی میریس پله بعدی به این شکل خیلی قشنگ شما سیستماتیک دیسنسیتیزیشن سلف سیستماتیک desensitization انجام میدی یعنی خود حساسیت زدایی انجام میدی خودت حساسیت های خودت و نسبت به ترس و پرواز از بین میبرید اینو میتونید تمرین بدید به تمام ترس افتون. و من چقدر مراجعان اینجوری درمان کردم و الان خیلی راحت دارن پرواز میکنن زندگی میکنن ترساشون از بین رفته این یکی از تکنیک های بسیار عالی و کاربردی و مؤثریه که شما میتونید بهره ببرید ازش زندگیتون سرشار از آرامش شاد باشید